آخوند شیطان پرست. خدمت شما عرضم که ما ابلیس رو لعن میکنیم گاهی موقع، میگیم خدا لعنتت میشه تو مثلا ما رو گول زدی. بعد روایات رو داریم که سقیفه گناهشون بالاتر از ابلیسه. این چجوریه؟ از کنم حالا این تو شبهای قبل هم یه اشاره کردیم که اول کسی که با ابوبکر بر منبر پیغمبر بیعت کرد ابلیس بود و در واقع اونجا نشون داد که در واقع ابلیس به بیعت با سقیفه آمده، یعنی خودش کمتر از سقیفه میبینه که آمده با اون بیعت میکنه دیگه. و یا حتی روایاتی داریم که روز قیامت بله اصحاب سقیفه رو در یک وضعیت زنجیر کشیده‌ای شدیدتر از ابلیس میارن. و اینا همه برای این است که وقتی از خود حدیث ما این سوالو بکنیم بهتره دیگه. میفهمید وقتی از ابلیس خودش تعجب میکنه، وقتی ازش میپرسه میگه که فرق من و تو اینه که خدا به مردم دستور داد که این کارو انجام بده، من اومدم مردم رو وادار کردم که سرپیچی کنن، حرف خدا رو زمین بزنن و برخلاف حرف خدا عمل کنن. اما سقیفه و امثاله پایه های بدعت رو گذاشتن، یعنی خدا یه چیزی گفت، اینا هم یه چیزی کاری کردن که مردم حرف خدا رو عمل نکنن و حرفای اینا رو عمل کنن. حالا ما هم اول آخر حرفمون اینه که اگر میگیم ما با سقیفه نیستیم، بیزاریم، بغضشو داریم، لعن میکنیم، فاصله میگیریم، نیستیم، همش دلیلش اینه که میگیم در مقابل خدا یه دکونی باز شده و ما راضی به این نمیشیم که یه کسی به قول ما بیاد در خونه دکون خدا رو تخته کنه و مغازه خودشو آباد کنه. حالا ساده من گفتم که دیگه امروز شیطان چقدر خوشحال خواهد بود که پیروانش به این جرأت رسیدن تا چهره زشت ارباب خیش را در لابلای افسانه ها و داستان های واهی مثبت جلوه دهند. نه آن که فقط هدف حمله به شاگردان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد، قضیه پاک کردن چهره شیطان است. قرآن کریم ابلیس را بزرگترین دشمن بشر معرفی می کند، دشمنی که سعی در از بین بردن آموزه های قرآنی دارد. پس اولین قدم برای شیطان کمرنگ کردن چهره منفی خود است. از این رو در ذهن پیروان خود این گونه القا می کند که بهترین یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از شیطان بدترند، تا هم بهترین انسانهای بعد از پیامبر را زیر سوال برد و هم نحوست خود را در اذهان انسانها کمرنگ و یا پاک نماید. الله متعال در آیات مختلفی از قرآن کریم درباره ابلیس و دشمنی تمام عیار وی با فرزندان آدم علیه السلام سخن گفته و پیامبر مسلمانان را از خطر وی برحذر داشته است. حال کدام عقل سلیم میپذیرد که شیاطینی بدتر از ابلیس سالها در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار بگیرند، در جنگ ها و سخت ترین لحظات زندگی نبی اسلام همراهش باشند، با شخص پیامبر رابطه خیشاوندی برقرار نمایند و از تمام اسرار و نقشه های دعوت و زندگیش باخبر باشند، اما الله متعال هیچ سخنی درباره آنها نگوید و پیامبر خود را از خطر آنها برحذر ندارد و نه تنها آنها را مذمت ننماید، بلکه آیات فراوانی را در مدح آنان نازل کند و از آنها اعلان رضایت نموده و به آنها وعده بهشت دهد. چگونه ممکن است کسانی که از ابلیس بدترند پس از وفات پیامبر اسلام و با فدا کردن جان و مال و خانواده خود اسلام را به اقصا نقاط عالم برسانند و گسترده ترین و با شکوه ترین حکومت عدل تاریخ بشر را تشکیل دهند؟ اول کسی که با ابوبکر بر منبر پیغمبر بیعت کرد ابلیس بود و در واقع اونجا نشون داد که در واقع ابلیس به بیعت با سقیفه آمده، یعنی خودش کمتر از سقیفه میبینه که آمده با بیعت میکنه دیگه. هدف این آخوند از بیان این سخن تنها زیر سوال بردن ابوبکر صدیق رضی الله عنه نیست، بلکه قصد دارد تا علی مرتضی رضی الله عنه را نیز از شیطان بدتر بداند. به ادعای وی ابلیس با ابوبکر بیعت کرد چرا که خود را از وی کمتر می دانست.
و این آخوند به خوبی می‌داند که علی مرتضی نیز با ابوبکر بیعت کرده است. پس طبق استدلال وی علی هم همکار شیطان بود، چرا که نه تنها با ابوبکر بیعت کرد بلکه 24 سال وزیر و مشاور همین افرادی بود که این آخوند آنان را از شیطان بدتر می‌داند. در حقیقت این عده پیروان شیطانند و با سوء استفاده از نام علی رضی الله عنه در تلاشند تا با زیر سوال بردن صحابه و کافر دانستن آنان قرآن کریم را که از طریق صحابه به ما رسیده است تحریف شده و غیر معتبر بشمارند، غافل از آن که قرآن کریم با تمجید از صحابه تمام نقشه های دشمنان آنان را برباد داده است. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمودند خوشنود است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغهایی آماده کرده که از فرودستش جویبارها روان است و جاودانه در آن میمانند. این است رستگاری بزرگ.